یک میلیون کارگر قراردادی در واحدهای تولیدی ایران از ابتدای سال جاری تا کنون اخراج شدند سایت راه دانشجو این موضوع را روز شنبه از قول فتولاه بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی منتشر کرده این فعال کارگری با اشاره به اینکه اکثر واحدهای تولیدی به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند اعلام کرد افزایش فشارهای تحریم از ابتدای سال جاری تا کنون توقف چرخ تولید و اخراج کارگران قراردادی را به همراه داشته است در این گزارش در حالی که وضعیت کارگران در واحدهای تولیدی سراسر ایران اصفناک توصیف شده آمده است کارگران شاغل نیست هر چهار ماه یک بار حقوق خود را از کارفرما دریافت می کنند رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه همواره میان درآمد و هزینه مزد بگیران اختلاف وجود داشته است گفته است حدود یک سال پیش با آغاز روند سعودی باهای ارز فشار بر طبقه مزد بگیر افزوده شده است همزمان خبرگزاری ایستان روز شنبه با اشاره به کاهش 44 درصدی تولید انواع خودروهای سواری در ایران از افزایش 200 درصدی منتاج برخی از خودروهای چینی در زمان مشابه در ایران خبر داده است در حالی ها از کاهش میزان تولید و اخراج وسیع کارگران خبر میدهند که امسال از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است وفا آزربهاری صدای آمریکا